سلام، محمد غلام ابوالفضل هستم با خبر بامدادی شنبه 28 خرداد تلویزیون ایران اینترنشنال با شما خواهم بود. ابتدا سرخط تازه ترین خبرها. ترامپ بار دیگر از خروج آمریکا از برجام دفاع کرد. مایک پومپئو میگوید قاسم سلیمانی قصد کشتن 500 آمریکایی دیگر را داشت. تلاش جمهوری اسلامی برای ترور اسرائیلی ها در استانبول در 2 روز آینده. سفیر پیشین اسرائیل در سازمان ملل گفته این عمل پیامدهای سنگینی برای تهران خواهد داشت. گزارش دبیر کل سازمان ملل از نقض گسترده حقوق بشر در ایران. گوترش از افزایش اعدام ها، بازداشت فعالان و سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرد. نیویورک تایمز از احداث تونل‌های زیرزمینی جدید در اطراف تأسیسات نطنز خبر داده. ایران میگوید آژانس در جریان است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا بار دیگر از اقدام خود برای خارج کردن آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. او در عین حال این اقدام دولتش را یکی از مهمترین کارهایی دانست که در دفاع از اسرائیل انجام داده. رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سخنان روز جمعه خود در شهر نشویل در ایالت تنسی از تلاش دولت جو بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد. آزاده کنگرانی گزارش می‌دهد. همزمان با به بن‌بست رسیدن مذاکرات برای احیای برجام، دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا بار دیگر از خروج این کشور از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد و این اقدام را یکی از مهمترین کارهای دانست که در دفاع از اسرائیل انجام داده است. ترامپ که در سال 2018 دستور داده بود آمریکا از توافق با ایران خارج شود، در سخنان روز جمعه خود در نشویل در ایالت تنسی از دولت جو بایدن برای تلاش در جهت بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد. And I also recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights. Nobody expected. من حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان رو به رسمیت شناختم. هیچ کس انتظارش رو نداشت. اونها 56 سال داشتن در موردش مذاکره میکردن، من توی 12 دقیقه انجامش دادم. من از دوستی که به اسرائیل بسیار علاقمنده پرسیدم به نظرت مهمترین کاری که من برای اسرائیل کردم چیه؟ به رسمیت شناختن بلندی های جولان یا انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم؟ دوستم گفت هیچ کدوم اینها. مهمترین کاری که تو در حق اسرائیل کردی بیرون آمدن از توافق هسته‌ای با ایران بود و حالا دولت بایدن داره مذاکره میکنه که این توافق رو دوباره از سر بگیره. به گفته دونالد ترامپ، کشور چین در شرایط کنونی از این وضعیت سوء استفاده می‌کند و نفت زیادی از ایران می‌خرد. اشاره رئیس جمهوری پیشین آمریکا به نفت قاچاقی است که پالایشگاه‌های چین به رغم تحریم‌های آمریکا از ایران خریداری می‌کنند. ترامپ همچنین با ستایش دستاوردهای سیاست خارجی آمریکا در دوران ریاست جمهوری خود گفت دولتش به دستاوردهای رسیده بود که کسی انتظارش را نداشت. او از به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان و انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم یاد کرد و گفت دولتش کارهایی برای اسرائیل انجام داده که پیش از او هیچ کس دیگری آنها را انجام نداده بود. ترامپ همچنین با سرزنش بایدن به خاطر نحوه خروج آمریکا از افغانستان گفت اگر خودش رئیس جمهور آمریکا بود، جنگ روسیه و اوکراین هم شکل نمی گرفت. ترامپ با پیش کشیدن دوباره بحث انتخابات سال 2020 گفت باخت جمهوری خواهان در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واقعیت ندارد. ادعایی که البته پیش از این از طرف آقای ترامپ مطرح شده بود و مقامات انتخاباتی و دادگاه‌های آمریکا آن را رد کرده بودند. او همچنین انتقادات از خود در واقعه حمله 6 ژانویه به کنگره آمریکا را رد کرد. اون یک اعتراض ساده بود که فقط از کنترل خارج شد و من میخوام بگم که هیچ وقت اندازه اون جمعیت نشون داده نشد. من معتقدم که این بیشترین تعداد افرادی بود که من تا به حال با اونها صحبت کردم. من در مورد اون جمعیت اندکی که به کنگره رفتن صحبت نمی کنم. خیلی از معترضان مرتکب هیچ خطایی نشدن، اما به خاطر این وضعیت وحشتناک هزینه سنگینی دادن.
آقای ترامپ در این سخنرانی که آزادی و ایمان به سوی اکثریت نام داشت، وعده داد که جمهوری خواهان پیروز دوره بعدی انتخابات آمریکا خواهند بود. ترامپ همچنین گفت که دولتش همیشه مسئله آمریکا را در اولویت قرار داده و اگر او رئیس جمهور آمریکا بود، وضعیت کنونی تورم از جمله گرانی بنزین در آمریکا این گونه نبود. آزاده کنگرانی، واشنگتن دی سی. وزیر خارجه پیشین آمریکا در مصاحبه با العربیه گفته قاسم سلیمانی در حال نقشه کشیدن برای کشتن 500 آمریکایی دیگر بود. مایک پومپئو گفته ما این فرصت را داشتیم تا برنامه سلیمانی را نقش برآب کنیم و این کار را هم کردیم. آمریکا در سال 2020 با حمله پهپادی قاسم سلیمانی را به قتل رساند. پومپئو با تأکید بر اینکه همه ما می‌دانیم ماهیت جمهوری اسلامی چیست، افسود آنها شیاطینی مذهب سالارند که خود را برای نابودی اسرائیل و آمریکا متعهد می‌دانند. سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از نیویورک همراه ما. سعید قاسمی نژاد، خیلی خوش آمدید. مایک پومپئو گفته که دلیل کشتن سلیمانی اون بوده که جلوی کشته شدن 500 آمریکایی دیگر رو بگیریم. به نظر شما این اطلاعات قبلا گفته نشده؟ آیا معنی این اونه که سلیمانی عامل کشتن 500 آمریکایی بوده؟ اشاره ایشون به برآورد ارتش آمریکا هستش از این که شبه نظامیان شیعه عراقی تحت کنترل سپاه قدس قاسم سلیمانی چند صد نیروی آمریکایی رو در عراق به قتل رسوندن و همچنان که بیشتر هم گفته شده دولت آمریکا معتقد هستش که سلیمانی زمانی که حذف شد در صدد برنامه‌ریزی برای طرح‌های ترور دیگری بودش. مهمترین نکته به گمان من درباره حذف قاسم سلیمانی و نه فقط اون، خروج از برجام، کشتن سلیمانی، گرفتن تانکرهای جمهوری اسلامی که در دوره ترامپ رخ داد و الان عملیات اسرائیلی ها علیه جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران، حذف مقامات سپاه، مقامات هسته‌ای، این نقش برآب میکنه اون ادعایی که سالها در واشنگتن طرفداران جمهوری اسلامی، لابی جمهوری اسلامی کردن که اگر ایالات متحده از زور خودش استفاده بکنه واکنش جمهوری اسلامی بسیار سنگین خواهد بود، بسیار شدید خواهد بود. ما در تمام این موارد دیدیم که واکنش جمهوری اسلامی بسیار خفیف بوده. در زمینه خروج از برجام تا فشار حداکثری بود، گسترش برنامه هستی جمهوری اسلامی بسیار کند بود. بعد از کشتن سلیمانی واکنش خفیفی بود. ایالات متحده تانکرهای جمهوری اسلامی رو می‌گرفت، اینها اصلا به روی خودشون نمی‌آوردن. و اون چیزی که نشون میده این هستش که جمهوری اسلامی تنها به زور پاسخ میده، پاسخ درست میده. اگر که زور سرش باشه اینها رفتار کمتر وحشیانه‌ای داره. اگر زور سرش نباشه همین رفتاری دارن که الان دارن انجام. آقای قاسمی نژاد، پومپئو جمهوری اسلامی رو حکومت شیطانی مذهب سالار توصیف کرد. از اون طرف روز گذشته سفیر پیشنهادی جو بایدن برای عربستان سعودی هم جمهوری اسلامی رو دشمن مشترک آمریکا و عربستان عنوان کرد. به نظر میرسه مواضع دولت دو جناح داره به هم نزدیک میشه، دولت فعلی و دولت قبلی. آیا اینطوره؟ من خیلی به این معتقد نیستم. دولت قبلی موازش راجع به ایران بسیار واقعی بود. به گمان من دقیق ترین موازش راجع به جمهوری اسلامی داشتش در طی سالیان اخیر. دلیلش هم این استش که در زمینه ایران مشاوران خوب داشته. شما اگر خاطرتون باشه دومین پیام نوروزی ترامپ که اونجایی که در واقع میگفت 25 قرن پیش داریوش کبیر از خداوند خواست که ایران را از خطر حفظ کنه، ارتش های متخاصم خشکسالی و دروغ سپاه پاسداران نماینده هرسه اون ماست، این برای بگم اون من بهترین سخنرانی بودش که در طول در این پیام های نوروز تا به حال داده بشه. دلیلش این بودش که مشاوران اونها خوب بودن. الان که دولت بایدن این حرفا رو میزنه، اولا که خب سفیر ایالات متحده در
عربستان به هر حال باید حرفهایی بزنه که نزدیکتر به موازین کشور میزبان باشه. و الان هم دولت بایدن تحت فشار هستش، التماس دعا دارن. بسیار برای دولت بایدن مهم هستش که عربستان سعودی متحدینش افزایش بدن تولید نفت رو تا قبل از در واقع انتخابات میان دوره‌ای که کمک بکنه به دولت بایدن. و الا مواضع کلی دولت بایدن که ادامه همونه دولت اوباما هستش به گمان من همچنان در مسیر غلط هستش. ممنونم از شما سید قاسم نژاد که ما رو همراهی کردید. ایران در حال یک ساخت و ساز گسترده زیرزمینی در جنوب تأسیسات هسته نطنز است. تأسیساتی که با توجه به ارتفاع کوههای احاطه کننده اش یعنی کرکس میتواند از گزند حملات هوایی احتمالی دور بماند. با این وجود بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته ایران با اطلاع کامل آژانس در حال جابجایی فعالیت‌های کارخانه تسای کرج به اطراف سایت نطنز است. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی. در آستانه سفر جو بایدن به منطقه، روزنامه نیویورک تایمز یکی از اقدامات هسته‌ای ایران رو برجسته کرده و اون هم تأسیس یک مجموعه زیرزمینی هست در جنوب تأسیسات هسته‌ای نطنز در دل کوههای کرکس. تصاویر این ساخت و ساز توسط ماهواره‌های تجاری هم قابل رؤیت هست و قابل تایید هست و جامعه اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل هم در جریان این ساخت و ساز قرار دارند. گذشته از این در 23 سوم دی ماه سال 1400 هم مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در گزارشی که عنوانش این بود تأسیسات تونلی نطنز بزرگتر و عمیق‌تر از حد انتظار به این مسئله پرداخته بود، هشدار داده بود که ایران داره در دل کوههای کرکس این مجموعه رو می‌سازه تا بتونه تمامی تأسیسات سانتریفیوژی خودش رو از مجموعه نطنز منتقل بکنه به زیر زمین. حالا روزنامه نیویورک تایمز میگه که دولت بایدن در یک سال گذشته در جریان این ساخت و ساز بوده اما نگرانی چندانی در رابطه با این تأسیسات نداره. تأسیساتی که سالها به طول خواهد انجامید تکمیل شدنش و بیشتر دولت بایدن تمرکزش بر مسئله غنی‌سازی 60% توسط ایرانه. جامعه اطلاعاتی اسرائیل هم در جریان ساخت و ساز قرار دارند و برآوردشون هست که این مجموعه بسیار وسیع باشه. ایران میگه که برای دفاع از تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای خودش این مجموعه رو زیر زمین منتقل خواهد کرد و پیشتر هم بارها دست به اقدام مشابه زده بود. تأسیسات هسته‌ای فوردو رو در بزرگراه تهران و کرج اصلا به همین منظور در 90 متری عمق زمین تأسیس کرد و چندین پایگاه موشکی و پهپادی هم ایران در سیستان و بلوچستان و در کرمان در عمق زمین حفر کرده. سمیرا قرایی، واشنگتن. در پی صدور قطعنامه شورای حکام مبنی بر عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امارات متحده عربی از ایران خواسته تا در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تضمین بدهد. نماینده امارات در آژانس انرژی اتمی از حکومت ایران خواسته تا به بهترین نحو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. حماد الکعبی گفته نگرانی‌های هنوز در خصوص صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. امارات متحده اولین کشور عربی دارای نیروگاه هسته‌ای در جنوب خلیج فارس است و نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران هم در شمال خلیج فارس قرار دارد. حسن هاشمیان تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. آقای هاشمیان، تقاضای تضمینی که امارات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از تهران درخواست کرده به چه معنیه؟ چه تضمینی منظورشه؟ این تضمینی که به این شکل مطرح میشه در امتداد نگرانی‌هایی که این کشور داره. یکی از این نگرانی‌ها این که جمهوری اسلامی به طرف سلاح اتمی بره و این تهدیدی مستقیم برای این کشور، بخصوص که این کشور یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه است و در سایه تهدیدهای جمهوری اسلامی به سر میبره. نکته دوم که خیلی مهمتره به نظر من این که امارات اخیراً وارد توافقات امنیتی با اسرائیل شده و این صحبت هایی که به این شکل الان داره مطرح میشه داره میگه که در راستای این توافقات امنیتی اگر شما بیاین تضمین بدین که به طرف سلاح اتمی نرین و فعالیت هسته‌ایتون صلح‌آمیز باشه، ما هم اینجا تلاش میکنیم که از تنش‌های احتمالی که ممکنه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی شکل بگیره در واقع جلوگیری کنیم. این بیشترین نقطه نظراتی است که اماراتی‌ها مطرح میکنن.
آقای هاشمی، نکته قابل توجه اینه که خود امارات هم نیروگاه هسته‌ایش رو در سال 2020 تأسیس کرده. این نیروگاه به چه کار امارات میاد؟ ببینید، نیروگاه برامکه که در 53 کیلومتری ابوظبی واقع، الان هم فعاله و داره برق میده به این کشور و تلاش شده که حدود 25% برق امارات رو تأمین کنه. کشور کره جنوبی با آخرین تکنولوژی های روز اتمی این نیروگاه رو ساخته. در کنار این نیروگاه غنی‌سازی وجود نداره، ساخت سانتریفیوژ وجود نداره، نیروگاه های آب سنگین وجود نداره. حدود 180 بار آژانس اتمی از این نیروگاه دیدار کرده و از همه مهمتر اون بخش مدفن زباله های اتمی برای 20 سال در واقع اون حجم و گنجایش داره که مورد ستایش در واقع آژانس قرار گرفته و بنابراین این نیروگاه کاملا مسالمت آمیز و در جهت تولید برق و اتفاقا هزینه‌ش هم کمتر از اون هزینه است که اردوگاه بوشهر برای ایران و برای مردم ایران در مقام آورده. آقای هاشمیان، خواست بقیه کشورهای خلیج فارس در مورد برنامه هسته ایران چی؟ آیا با امارات هم نظرن؟ با امارات هم نظرن، منتها امارات کشوری است که وارد پیمانهای امنیتی با اسرائیل شده. الان ساحل امارات مراکز بزرگ در واقع دستگاه‌های تجسسی و دستگاه‌های امنیتی در رابطه با موشک‌های ایران شده، در رابطه با پهپادهای ایران شده و قبلا هم این کشور مورد آسیب قرار گرفته از سوی شبه نظامیانی که از جمهوری اسلامی حمایت میشن. بنابراین اماراتی‌ها این حق رو به خودشون میدن که یه مقداری مثلا فراتر از کویت یا پادشاهی عمان جلوتر بیان و در مورد مسئله هسته ایران نظر بدن. ممنونم از شما حسن هاشمیان که ما رو همراهی کردید. کانال 12 تلویزیون اسرائیل مدعی شد که در 2 روز آینده جمهوری اسلامی قصد دارد در ترکیه عملیات حمله به شهروندان اسرائیل را اجرا کند. این شبکه خبری به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گفت در حال حاضر هسته های تروریستی جمهوری اسلامی در صدد اجرای این نوع حملات به شهروندان اسرائیلی در استانبول هستند. دنی دانون، سفیر پیشین اسرائیل در سازمان ملل نیز در واکنش به این خبر گفته هر گونه آسیب به شهروندان اسرائیل پیامدهای سنگینی برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو با ماست. مراد، خیلی خوش آمدی. جمهوری اسلامی چرا در ترکیه به دنبال ترور شهروندان اسرائیل؟ سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی این روزا به شدت تحت فشار افکار عمومی طرفدارای جمهوری اسلامی هستن که یه پاسخی به کار اطلاعاتی اسرائیل بدن. در هفته های گذشته سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شدت تحقیر شدن. یک سرهنگ نیروی قدس سپاه ترور شد. یک مرگ مشکوک یک سرهنگ دیگه. بعد مرگ مشکوک 2 تا کارکنان صنایع هوافضا. قبل از اون کشته شدن فخری زاده، مهمترین فرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شدت تحت فشارن از طرف طرفدارای جمهوری اسلامی که شما می کاری بکنید. و اونها چون در درون اسرائیل نمیتونن کاری بکنن مثل کارهایی که اسرائیل در درون ایران میکنه، مهمترین چیزی رو که دیدن، در دسترس ترین هدفی رو که دیدن، این که توریستای اسرائیلی الان فصل تابستون رو میرن ترکیه، برن از اینها مثلا شروع بکنن به ترور کردن، آدم ربایی اینها، که سرویس اطلاعاتی اسرائیل هم خیلی سریع وارد شدن به شهروندهای اسرائیلی گفتن برگردید از ترکیه، حتی مسافرت رو سریع کنسل کنید، حتی بعضی ها رو در هتل سریع بردن فرودگاه، گفتن مثلا هسته‌های ترور جمهوری اسلامی نزدیک هتل شما. بعضی ها اصلا اومدن گفتن که افراد ناشناس دارن به ما پیشنهاد شام و رستوران میدن و مقامات اسرائیلی البته هشدار هم دادن که اگر جمهوری اسلامی بخواد چون این کاری بکنه عواقب سنگینی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. به نظر تو اجرای چنین سیاستی توسط جمهوری اسلامی در خاک ترکیه ممکنه باعث تیره و تار شدن روابط ایران ترکیه بشه؟ ممکنه بشه. به نظر میاد جمهوری اسلامی الان تحت فشاره که هر چه زودتر یه پیروزی اطلاعاتی ظاهرا به طرفدارای خودش نشون بده.
همطوری که عرض کردم موقع مقایسه میکنی کار اسرائیلیا و کار جمهوری اسلامی رو یا کاری که به اسرائیلیا منتسبه اصلا قابل قیاس نیست. مثلا جمهوری اسلامی در گذشته در تایلند تلاش کرد بمب منفجر کنه، در هند تلاش کرد جلو سفارت اسرائیل بمب منفجر کنه، آره تو دستش تو تایلند منفجر شد، در قبرس تلاش کردن یه دونه بازرگان اسرائیلی رو بدوزن، در استانبول هم تلاش کردن یه دیپلمات اسرائیلی رو گروگان بگیرن یا بکشن، هیچ کدومش موفق نبود. ولی اونا در درون خاک ایران کلی کار کردن. جمهوری اسلامی نه فقط سرویس اطلاعاتیش نتونستن در داخل خاک اسرائیل کاری بکنن، در بیرون از اسرائیل هم اغلب اوقات موفق نبودن. اشاره کردی به نوع عملیاتی که اسرائیل و ایران سعی میکنه که انجام بدن. اسرائیل خیلی با برنامه نشون میده و میاد داخل خاک ایران میشه و عملیات پیچیده ای را هم انجام میده. آیا انتخاب کردن ترکیه واقعا به خاطر همینه؟ چون اونجا ممکنه به قول تو توریستای زیاد اسرائیلی وجود داشته باشه و بی هدف. اونجا تو خبر گفتیم ما شهروند نظامی ان. ببینید اسرائیلی ها میگن اگر مثلا صیاد خدایی رو از طرف مثلا اونها ترور شده باشه یه هدف نظامی بوده در حال تخاصم بوده، ولی گرفتن توریست مثل این میمونه شما اتباع دو طبیعتی موقع میرن ایران سرویس های اطلاعاتی اینا رو گروگان میگیرن. یه نکته مهم دیگه وجود داره، تفاوت کار اطلاعاتی اسرائیلیا به نظر میاد با کار اطلاعاتی جمهوری اسلامی. اسرائیلیا کار رو میان انجام میدن، به نظر میاد از دقت بالایی هم برخورداره، بس سکوت میکنن. جمهوری اسلامی کار انجام نمیده، اغلب عملیات ها شلخته است، ولی تا دلت بخواد در موردش صحبت میشه. مثلا آمریکایی ها قاسم سلیمانی رو ترور کردن بعد سکوت کردن، خیلی زیاد راجبش حرف نزدن، فقط گفتن ما زدیم. جمهوری اسلامی عین الاسد رو زد، کسی هم کشته نشد، ولی کلی تبلیغات کردن که ما 80 نفر کشته در اونجا از آمریکایی ها گرفتیم، بعدم معلوم شد که حتی یه دونه هم نبوده. این کاری هم که با ترکیه میکنن احتمال زیاد روابط ایران ترکیه رو خراب خواهد کرد اگر انجام شه، ولی فعلا اون چیزی که براشون مهمه اینی که به طرفداراشون یک کار پیروزی اطلاعاتی نشون بدن، بگن ما این کار علیه اسرائیلیا کردیم، خبرگزاری فارس و تسنیم و بچه‌هاشون تو کلاب هاوس و این ور اون ور بیان تبلیغ کنن که ما این کار کردیم. چون خودت تو کلاب هاوس هم هستی، میدونی این روزا به شدت طرفدارای جمهوری اسلامی دارن پرخاش میکنن به مقامات و دستشون خالیه که چرا شما کاری در مقابل اسرائیلیا انجام نمیدید. ممنونم از تو مراد ویسی که ما رو همراهی کردی. رئیس اطلاعات پاراگوئه میگوید غلامرضا قاسمی یکی از خدمه‌ای که در پرواز هواپیمای توقیف شده ماهان در بوئنوس آیرس بوده عضو سپاه قدس است. پیشتر آرژانتین اعلام کرده بود هیچ یک از خدمه ایرانی این پرواز ربطی به فعالیت‌های سپاه قدس ندارد. آکوینو رئیس اطلاعات پاراگوئه در این حال گفته که این هواپیما پیش از این به دلیل احتمال حضور نیروهای قدس در میان تیم پروازش اجازه نشستن در خاک پاراگوئه را دریافت نکرده. ایران میگوید این هواپیما در مالکیت هواپیمایی ماهان نیست. شرکت هوایی ماهان در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در آخرین گزارش رسمیش از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. افزایش اعدام‌ها، روند ناعادلانه دادرسی‌ها، مصادره اموال شهروندان بهایی و اشکال مختلف تبعیض علیه زنان و دختران ایران از دیگر موارد اشاره شده در این گزارش است. دبیر کل سازمان ملل در بخش دیگر گزارش خود به استفاده بیش از حد جمهوری اسلامی از زور در سرکوب اعتراضات مردمی و به ویژه اعتراضات خوزستان پرداخته. یک روز پیش از گزارش آنتونیو گوترش، گزارشگران بدون مرز هم با ارسال نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدامات جدی درباره شرایط غیر انسانی 24 روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران شد. در این نامه که به مناسبت 50مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل نوشته شده آمده، شمار زیادی از این روزنامه نگاران زندانی به رغم بیماری از درمان محرومند و جانشان در خطر است. در حالی که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار آزادی معترضان از زندانهای جمهوری اسلامی شده، ده‌ها فعال مدنی و صنفی طی روزهای گذشته بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در گزارش شهره جولانی. ببینی خیلی نامرده. از این بی‌انصافی‌ها رو، از این نامردها، از این
وجود ندارن اینا اصلا. میخوان که با مردم خودشون دارن اینطوری برخورد میکنن. خوب تماشا کنید ببینید. کاربرد زور بیش از حد و مرگبار در جریان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، شکنجه، بدرفتاری و اعدام و مرگ در بازداشتگاه‌ها. گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران و ذره‌بینی دقیق بر موارد نقض حقوق شهروندان. گزارش جامع از دبیرکل سازمان ملل متحد همزمان با 50مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو. آنتونیو گوترش در یک گزارش 17 صفحه از حکومت ایران خواسته فوراً همه افرادی که به دلیل استفاده مشروع از حق آزادی عقیده و بیان، حق تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز به طور خودسرانه بازداشت شدند را آزاد کند. او از حکومت ایران خواسته اجرای حکم اعدام را متوقف کند و هیئت مستقل برای رسیدگی به موارد متعدد نقض حقوق بشر تشکیل دهد. تنها در فاصله زمانی خرداد 1400 تا اسفند 1400 59 مورد برشمرده شده، از جمله نگرانی از مجازات اعدام و سلب خودسرانه حق زندگی، اعدام مجرمین کودک، استفاده بیش از حد از زور، شکنجه و سلب زندگی در بازداشت، حمایت، شأن و امنیت زنان در برابر خشونت و حفاظت از کاربر و تحولات قانونی در حوزه دیجیتال. ارازالو باش نبودن ها، نیروی انتظامی بوده با دوره نچسبونین به ارازالو ازا. نگرانی دیگری دبیرکل سازمان ملل نحوه همکاری حکومت ایران با مکانیسم‌های بین‌المللی حقوق بشر است، از جمله با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه، و از ایران خواسته جداً با نهادهای ناظر همکاری کند. یک روز پیش از این هم در همین نشست شماری از گزارشگران ویژه و کارشناسان سازمان ملل از سرکوب خشن جامعه مدنی در ایران، از جمله سرکوب فعالان کارگری، معلمان و فعالان سندیکایی، ابراز نگرانی جدی کردند. گزارش جدید و جامع دبیرکل سازمان ملل با نگاه دقیق به موارد مشخص، بی‌اعتنایی حکومت ایران به موازین بین‌المللی را نشان می‌دهد و تأثیر آن بر وضعیت شهروندانی که زندگی روزانه‌شان به کابوس تبدیل می‌شود. خانواده چهارم من موندم. تک و تنها. به من بگید من چه کار کنم تو آروم. شهره جولانی، لندن. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران با ماست. خانم برومند خیلی خوش آمدید. سازمان ملل از افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده. نظر شما در این باره چیه؟ بله، این نگرانی به حق هست. تعداد اعدام‌ها امسال نسبت به پارسال هم خیلی افزایش پیدا کرده. اگر ما 317 مورد اعدام مستند کرده بودیم سال 2021، امسال در 5 ماه و نیم اول سال حداقل 222 اعدام بوده و این نگرانی از این نظر هم بیشتر هست که بیشتر این افزایش در جرائم اعدام برای جرائم مواد مخدر هست و این مجازات برای جامعه بین المللی، این مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر به هیچ وجه قابل قبول نیست و در تناقض با تعهدات ایران، تعهدات بین المللی ایران. بنابراین این به حق و خب البته تعداد بالا رفتن تعداد اعدام ها میتونه مرتبط هم باشه با نارضایتی مردم و احساس بی‌ثباتی و خواست حکومت که یک زهره چشمی هم بگیره از مردمی که الان نارضایتی دارن و میان تو خیابون ها و در اعتراضات در شهرهای مختلف شرکت میکنن. دلیل موجهی برای افزایش تعداد اعدام ها نیست. خانم برومند، همکاری ایران با نهادهای حقوق بشری بر اساس چه روی کردیه؟ چرا معمولا جمهوری اسلامی به انتقادات و ابراز نگرانی ها توجه نمی کنه؟
ببینید نمیشه گفت بی توجهه. درسته که در عمل اگر به توصیه های دبیر کل سازمان ملل امسال نگاه کنید تقریبا کپی توصیه های پارساله. این به نشونه این هست که در مواردی که اونها نگرانی ابراز کردن پیشرفت خاصی نشده، ولی توجه زیادی هست. در حقیقت قوه قضاییه و دیپلمات های ایران مرتب با نهاد حقوق بشری سازمان ملل در ارتباطن، پاسخ به سوالهاشون میدن، میان ژنو، اونها رو دعوت میکنن ایران برای صحبت. و برای همین هم هست که میبینید تو این گزارش مثلا اشاره شده چند جا به جوابهای دولت ایران، منتها خب تا وقتی که ایران داده های مشخص منتشر نکنه در مورد اعدام ها، در مورد موارد دیگه، قوانینش رو تغییر نده، به اینها اجازه راستی آزمایی پاسخهاش رو نده، راهشون نده به کشور، یعنی گزارشگرها رو راه نده به کشور، من فکر نمی کنم که این باله دیپلماتیک و رفت و اومد قوه قضاییه و فعالیت قوه قضاییه کسی رو گمراه بکنه و یا مسئولان سازمان ملل رو خوشبین کنه که این گزارش ها کمتر منفی باشن و به پیشرفت های ایران در امور حقوق بشر مثلا اشاره بکنن. من فکر نمی کنم این گزارش هم همونقدر منفیه که گزارش های قبل. خانم بونو، من ممنون میشم اگر کوتاه بگید که اصولا ابراز نگرانی سازمان ملل آیا پیامدی هم برای جمهوری اسلامی داره؟ گام بعدی سازمان ملل چی میتونه باشه؟ ببینید پیامد یعنی سازمان ملل قدرت اجرایی که نداره که، منتها شما باید این فعالیت ها رو در دراز مدت ببینین و خب شما نگاه کنید نسبت به دهه 60 خب هیچ کس وکیل نداشت و فعالای سیاسی و همه اعدام می شدن همون روزی که دادگاهی می شدن. خب تغییر هست، شما نمیشه گفت تأثیر نداره، منتها اینها کاری نمیتونن بکنن. یه خواست سیاسی لازمه برای اینکه مثلا یه کمیسیون تحقیق در مورد اعتراضات باشه و استفاده از زور در مقابل معترضانی که مسلح نیستن، ولی خب اون خواست سیاسی کشور هاست. نهاد حقوق بشری سازمان ملل قدرت اجرایی نداره. ممنون از شما خانم بورومن که ما رو همراهی کردید. خیلی ممنون. چهارمین سالگرد اعدام محمد سلاس با حضور جمعی از دراویش گنابادی بر مزار او در شهر بروجرد برگزار شد. محمد سلاس در جریان وقایع خیابان گلستان هفتم تهران به اتهام زیر گرفتن چند مأمور نیروی انتظامی با اتوبوس و قتل آنها اعدام شد. این درویش گنابادی بعدتر گفته بود که زیر شکنجه به این اتهام اعتراف کرده. در وقایع گلستان هفتم صدها درویش گنابادی خواستار تامین امنیت محل سکونت نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی شده بودند. نیروی انتظامی و بسیج آنها را به شدت ضرب و جرح و بازداشت کرد. اتابک جعفری مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از افزایش تعداد روستاهای نیازمند آبرسانی سیار خبر داده. به گفته جعفری تا پایان اردیبهشت ماه نزدیک به 5000 روستا تحت پوشش آبرسانی سیار بودند که با توجه به وضعیت بارندگی امسال پیش بینی می شود در تابستان به حدود 6 تا 7 هزار روستا افزایش پیدا کنند. او اضافه کرده که 272 شهر ایران نیز با تنش آبی روبرو هستند. جعفری همچنین خبر از قطع آب مشترکان پرمصرف در تابستان پیش رو داد. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره بیندازیم به سرخط خبرها. ترامپ بار دیگر از خروج آمریکا از برجام دفاع کرد. کانال 12 تلویزیون اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی برای ترور اسرائیلی ها در استانبول در دو روز آینده تلاش میکند. دبیر کل سازمان ملل از افزایش اعدام ها، بازداشت فعالان و سرکوب اعتراضات در ایران ابراز نگرانی کرد. و نیویورک تایمز از احداث تونل های زیرزمینی جدید در اطراف تاسیسات نتنز خبر داد. اتحادیه اروپا پیشنهاد نامزدی اوکراین و مولداوی برای عضویت در این اتحادیه را اعلام کرد. اورسولا فون در لاین رئیس اتحادیه اروپا با طرح این پیشنهاد اوکراین را سزاوار نامزدی برای عضویت در این اتحادیه دانست. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس هفته آینده خود
بروکسل در این باره رأی گیری می‌کنند. برای تصویب نامزدی عضویت در این اتحادیه رأی مثبت تمامی کشورهای عضو لازم است. روسیه صادرات گاز به فرانسه را به طور کامل متوقف کرد. همچنین تحویل گاز روسیه به ایتالیا و اسلوواکی به 50% میزان معمول خود کاهش یافته. پیشتر روسیه صادرات گاز خود به دانمارک، هلند، فنلاند، بلغارستان و لهستان را نیز متوقف کرده بود. مسکو دلیل این اقدام را عدم پرداخت بهای گاز از سوی کشورها به واحد روبل اعلام کرده. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA مجوز تزریق واکسن‌های کووید 19 شرکت‌های مدرنا و فایزر را برای کودکان زیر 5 سال صادر کرد. این سازمان تزریق واکسن فایزر را برای کودکان 6 ماه تا 4 سال و واکسن مدرنا را برای کودکان 6 ماه تا 17 سال مجاز اعلام کرده. گروهی از پناهجویان افغانستانی مقیم کمپ‌ها در پاکستان در اعتراض به سیاست‌های این کشور در خصوص پناهجویان و جلب توجه جامعه جهانی به شرایط بد زندگی امروز شنبه در شهر اسلام آباد گرد هم می آیند. همزمان قرار است شمار دیگر از حامیان پناهجویان در شهرهای مختلف دنیا نظیر برلین و هامبورگ برای جلب توجه دولت‌ها و مردم جهان در خصوص شرایط سخت مردم افغانستان پس از سیطره طالبان بر این کشور با این اعتراض همصدا شود. یک نمایشگاه نقاشی با الهام از اشعار شاهنامه فردوسی این روزها در ویرجینیا برپاست. این نمایشگاه که از سوی پارس پولیس، مرکز فرهنگی ایرانیان واشنگتن دی سی و حوزه بهومه برگزار شده، شامل آثار 8 هنرمند داخل کشور و مقیم آمریکاست. آثاری که نگاه روز را با جهان شاهنامه، دیوها و پریهایشان در هم آمیخته. گزارش نیلوفر رستمی را از این نمایشگاه با هم ببینیم. نمایشگاهی با موضوع شاهنامه فردوسی با پهلوانها، دیوها و پریهایش اینجا در قلب ویرجینیا. هنرمندانی که اگرچه سالها از مهاجرتشان می‌گذرد اما همچنان در کارهایشان دل به تاریخ و هنر ایران دارند. پارس پلیس، مرکز فرهنگی ایرانیان مقیم واشنگتن و هومه، هر سال نمایشگاهی با عنوان بزرگداشت شاهنامه را برگزار می‌کند. اینجا 28 کار وجود داره از 8 هنرمند ایرانی که 3 نفرشون کاراشون رو از داخل ایران فرستادن و 5 نفر دیگرشون هنرمند ایرانی ساکن آمریکا هستن. کارها برگرفته از شاهنامه هستش و هر کدوم از این هنرمندا در واقع الهامی گرفتن از شاهنامه و تصویری رو خلق کردن. پرستو آهوان از نیویورک، سایه بهنام، حمید نوری، ساغر برزمهری و پریسا فقی 4 نفر از هنرمندان ساکن واشنگتن و مهدی سعیدی، یزدان سعدی و مهداد فلا 3 هنرمند ساکن ایران که در این نمایشگاه آثارشان به دیوارها نقش بسته. رستم در آثار این هنرمندان شخصیت اصلی است. آثاری به نام‌های انعکاس رستم، رستم و افراسیاب، تهمینه و رستم نام تابلوهای این هنرمندان است. ساغر برزمهری که در دانشگاه هنرهای زیبای پاریس درس خوانده تقریباً 2 دهه است که مسئول برگزاری نمایشگاه برای ایرانیان و آمریکایی‌ها در واشنگتن و شهرهای اطرافش است. کارها خصوصیتش اینه که همه خیلی نوآوری داره و ما به دنبال نوآوری هستیم که سنت رو دوباره تکرار نکنن هنرمندا، از اون ایده بگیرن، ولی کارها خیلی خلاقیت داشته باشه و نوآوری که تو این نمایشگاه واقعا هر هنرمندی همین کارو کرده. استفاده از رنگ‌های شاد و طبیعی مانند زعفران، گردو و کارهایی به سبک مینیاتور از ویژگی‌های این نمایشگاه است. و یا به نگاه امروزی رستم را روی کاغذ روزنامه به تصویر کشیدن. دیوهایی که استفاده کردم سعی کردم دیوهایی هستش که تو این از شاهنامه میتونه باشه یا حتی از فولکلور ایرانی، ولی مفاهیم و یه مقدار به دنیای جدید من این رو در واقع متصل کردم. دیوهای زیان‌آور فقط در اون دوران نیستن، الان هم ما دیوهایی داریم که دنیا و زندگی همه رو دارن از بین میبرن. در یک روز گرم تابستان با رستم، زال و رودا به ودا میکنیم.
با جهان شاهنامه که انگار در قلب هر کدام از ما تکه های از داستانهایش به یادگار مونده. نیلوفر رستمی، واشنگتن. برگزار کنندگان رقابت های خوانندگی یوروویژن میگویند این مسابقه در سال 2023 به رغم اعلام قبلی در اوکراین برگزار نخواهد شد. به گفته برگزار کنندگان، شرایط امنیتی این کشور برای برگزاری چنین مراسمی مناسب نیست. این تصمیم با اعتراض اوکراین مواجه شده. پیشتر در رقابت های یوروویژن 2022 که در ماه می برگزار شد، گروه اوکراینی کالوش با رأی مردم برنده این مسابقه اعلام شد. ژان لوی ترنتینیان، بازیگر برجسته سینمای موج نو فرانسه، روز جمعه در سن 91 سالگی درگذشت. یکی از مهمترین بازی‌های ژان لوی در سال 2012 در فیلم عشق ساخته میشائیل هانکه، کارگردان اتریشی بود که جایزه نخل طلای کن را برای فیلم و جایزه سزار بهترین بازیگری را برای خود او به همراه داشت. این اسطوره بازیگری در طول 6 دهه فعالیت در فیلم‌های بسیار تحسین شده چون قرمز اصل کیشروفسکی و آثاری از کارگردانانی چون برتولوچی و آلن روبگریه نقش آفرینی کرد. رقص برای شکست اهریمن در فستیوال شیاطین رقصنده در ونزوئلا. مردم شهر ساحلی نایگوانا در هر ساله در مراسم مذهبی با پوشیدن ماسک‌ها و لباس‌های رنگارنگ که نمادی از شیطان تلقی می شود به جدال با اهریمن می روند. این جشنواره در یونسکو به عنوان یک میراث بشری ثبت شد. ممنونم که من و همکارانم در این بخش خبری همراهی کردید. خدا نگهدار.